خانم آقایان، امروز اومدم در مورد پرداخت مالیات در کشور کانادا صحبت کنیم. همه افرادی که داخل کانادا زندگی میکنن یا اون دوستانی که قرار بیان داخل کشور کانادا، حالا به عنوان مهاجر یا به عنوان ویزیتور، باید بدونن که اینجا چه مالیاتهایی پرداخت میشه. دوستانی هم که قرار اینجا کار پیدا کنن و برن سر کار، حالا به عنوان کارمند کار بکنن، حتما میخوام بدونن که در ماه چقدر باید به دولت کانادا مالیات بدن. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید، یه راهکارهایی رو باهاتون در میون میذارم که میدونم حتما به درتون میخوره. یه بار دیگه سلام، محمد دوستان خوبم، شروین هستم، به کانال شروین تاک خوش آمدید. امروز اومدم با یه برنامه در مورد پرداخت مالیات در کشور کانادا باهاتون صحبت کنم. میدونم دوستانی که داخل کانادا زندگی میکنن یا قراره به عنوان مهاجر وارد کانادا بشن، براشون مهمه که بدونن چقدر قراره ماهیانه عجیبشون بره به عنوان مالیات و پرداخت بکنن به دولت. حالا اینو توضیح میدم که چقدر این قضیه مهمه در داخل کانادا، چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ فردی. همچنین باهاتون در میون میذارم که افرادی که اینجا حقوق میگیرن چه بخشی از حقوقشون رو بایستی که به دولت پرداخت بکنن. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. از دوستانی که کامنت میذارن، نظر میدن، لطف دارن، ممنونم ازشون. از دوستانی هم که تازه با کانال ما آشنا شدن، لطفاً دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله زیر همین صفحه رو بزنید تا از ویدیوهایی که هر هفته داخل کانال یوتیوبم قرار میدم مطلع بشید. خب دوستان، ببینید داخل کشور کانادا چندین نوع تکس وجود داره که شما باید به دولت پرداخت بکنید بستگی به اون استانی که داخلش زندگی میکنید. مثلا استان آنتاریو یا استان بریتیش کولومبیا فرق میکنه میزان یا درصد اون مالیاتی رو که باید پرداخت بکنید. من در مورد پرداخت مالیات در استان آنتاریو دارم صحبت میکنم و این صحبتهایی رو هم که میکنم تماما تجربه شخصی خودم هست اینجا و دوستانی که اطراف خودم دیدم و به چه صورت با این مسائل روبرو هستن. یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره که همه رو با هم تا آخر این ویدیو صحبت میکنیم. شما یه سری پرداخت مالیات روی خرید اجناس دارید، حالا هر چیزی که میتونه باشه. مثلا اینجا شما میرید مثلا رستوران، همچنین 13%، میرید سوپرمارکت خرید میکنید، همچنین 13%. یعنی شما هر چیزی در داخل استان آنتاریو خریداری میکنید 13% باید روش تکس بدید، به غیر از بعضی از موارد. مثلا میگم شما میخواید به خیریه کمک بکنید، خب هم چیزی روش مالیات نداره. شما میخواید درس بخونید، مدرک دانشگاهی بگیرید، اگه به عنوان حالا اینترنشنال استودنت هستید، مالیات شما پرداخت نمیکنید، 13% شما پرداخت نمیکنید. به خاطر همین این قضیه خیلی باب هستش که بدونید مالیات دادن به چه صورتیه و هر ساله آخر اپریل یا همون اول می شما باید مالیات شخصیتون رو به دولت کانادا فایل بکنید و پروندهتون رو اونجا ثبت بکنید. در غیر این صورت اگر بیفته بعد از تاریخ 1 می، اگر چنانچه به دولت بدهکار باشید از لحاظ مالیاتی، به ازای هر مدتی که از روش میگذره شما بایستی که یه درصدی رو جریمه به دولت کانادا پرداخت بکنید. بریم سراغ مالیات روی درآمد. مالیات در مورد پرداخت اجناس که صحبت کردیم، خب اون در استان آنتاریو به صورت فیکس 13% شما پرداخت میکنید رو هر چیزی که بخرید. ولی در موقعی که شما درآمد کسب میکنی یا موقعی که یه پولی رو به دست میاری، حالا چه از طریق بیزینس شخصی چه از طریق اینکه کارمند جایی هستین کار میکنید تو استان آنتاریو،
یا اینکه اصلا خود اشتغال هستید و کسب و کار خودتون رو دارید و دارید بیزینس میکنید داخل آنتاریو، شما بایستی که از اون درآمدی که دارین به دولت کانادا هر ساله مالیات پرداخت کنید. حالا من روی تصویر حتما براتون توضیح میدم و بهتون نشون میدم که دوستانی که کارمند هستن چه فرقی دارن با دوستانی که اینجا بیزینس برای خودشون دارن و دارن کار میکنن. ببینید، در ابتدا دوستانی که کارمند هستن مالیاتشون رو باید به صورت ماهیانه پرداخت کنن. یعنی چی؟ مثلا شما میرید یه جا کار میکنید به عنوان برنامه‌نویس کامپیوتر. خب این برنامه‌نویس کامپیوتر تو اون شرکتی که داره کار میکنه میاد یه حقوقی رو طبق قرارداد کاریش دریافت میکنه ماهیانه، $10,000. ماهی $10,000 چیکار باید بکنه؟ باید یه بخشی از اینو به دولت کانادا هر ماه مالیات پرداخت کنه. آیا خودش پرداخت میکنه؟ نه، اون کارفرمایی که حقوقو داره پرداخت میکنه قبل از این که حالا چه واریز بکنه به حساب اون کارمند، حالا چه به صورت نقدی بهش پرداخت بکنه، میاد طبق قانون اون درصد مالیاتی که باید به دولت پرداخت بشه رو کسر میکنه ازش. یعنی شما اگر توی قراردادتون حقوقتون مثلا $10,000، دستتون $10,000 نمیاد، بایستی که مالیات کسر بشه ازش نسبت به اون درصدی که طبق قانون هست و در نهایت یه چیزی به عنوان نقدی دست شما رو میگیره. ولی برعکس، دوستانی که اینجا بیزینس دارن و دارن کسب و کار خودشونو انجام میدن میتونن ماهیانه مالیاتشونو پرداخت کنن، میتونن سالیانه مالیاتشونو پرداخت کنن. یعنی چی؟ خب اکثر افرادی که اینجا بیزینس خودشونو دارن نمیان ماهیانه پرداخت بکنن، چون حساب کتاب کردن پرداخت مالیات برای یه بیزینس به صورت ماهیانه خب یه ذره مشکله و وقت بیشتری رو میبره. در نتیجه میذارن سر هر سال یا سال مالی، که حالا اون سال مالی میتونه از اول ژانویه تا آخر دسامبر باشه یا از اول جون تا آخر جون سال دیگه باشه. پس متوجه شدین کارمندا اینجا ماهیانه پرداخت میکنن، یعنی شما اگه برید جای کار کنی ماهیانه پرداخت میکنید مالیاتتون رو، اگه برید که بیزینس خودتون رو راه بندازی و داشته باشید میتونید سال به سال مالیاتتون رو پرداخت بکنید. چه مزیت‌هایی داره چه معایبی داره؟ شما وقتی کارمند جایی هستین خب بایستی که مالیاتتون رو به دولت استان آنتاریو و دولت فدرال پرداخت بکنین، که حالا اونم روی تصویر بهتون نشون میدم که دقیقاً جزئیات و شامل چه چیزایی خواهد. شما وقتی کارمندی $10,000 حقوق میگیری نمیتونی بیای بگی که من مثلا میگم خریده لباس داشتم، نمیدونم هزینه بنزین داشتم، هزینه خورد و خوراک داشتم، حالا اینا رو میخوام ازش کسب بکنم. ولی کسی که بیزینس داره و دفتر کار حالا یا یه مغازه‌ای داره میتونه اینها رو در نظر بگیره. یعنی چی؟ مثلا ماشین داره به اسم شرکتش، به اسم اون بیزینسش، میتونه بخشی از بنزین اون ماشین رو به عنوان کاری در نظر بگیره و مالیاتش رو پرداخت نکنه به دولت کانادا یا مالیاتش رو پس بگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه ماشین میخری و به اسم شرکتت هستش و میای از این استفاده هم شخصی میکنی هم شرکتی، یعنی هم کاری. در نتیجه بایستی که حتما بیای یه درصدی رو مشخص کنی، چقدرشو بابت شخصی استفاده کردی، چقدرشو بابت شرکتی استفاده کردی، کاری استفاده کردی، و اینها باید با هم همخونی داشته باشه. مثال میزنم، شما نمیتونی بیای بری مثلا اینجا یه لامبورگینی ورداری، یه ماشین مثلا بنتلی ورداری، بعد بیای بگی خب من تکس اینو میذارم روی شرکت هم دیگه. آره، زمانی شما میتونی این کارو بکنی که شرکتتون مثلا رنتکار باشه، اجاره ماشین باشه، که انواع اقسام ماشینای معمولی و لاکچری و اینا رو دارین و میتونید که اونا رو به عنوان قضیه کاری یا مالیات کاری عنوان کنید. ولی مثلا یکی که سوپرمارکت داره یا مغازه پوشاک داره نمیتونه بیاد بره یه دونه لامبورگینی بخره، بگه خب من اینو میزنم به اسم بیزینسم، از اون ورم میام 70% از مثلا تکسشو مالیاتشو میذارم به اسم کاری.
خب که خیلی از دوستان حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی میان این کارو میکنن و حالا بهتون میگم به چه مشکلایی برخورد میکنن. قانون اداره مالیات کانادا میگه شما بایستی که حداکثر تا سقف 29 تا 30 هزار دلار ماشینت ارزش داشته باشه به عنوان بیزینسی ازش استفاده بکنی. یعنی میاد میگه که شما رفتی بنتلی خریدی، مغازه پوشاک داری، اوکی مشکل نداره، ولی تا سقف 30 هزار دلار اون ماشینو به عنوان بیزینسی قبول میکنه، ما بقی اون به عنوان شخصی میشه. اینا رو پس باید در نظر بگیرید. خیلی از دوستان متاسفانه این قضیه رو نمیدونن، حتی خیلی از حسابدارام من دیدم، یعنی به چشم دیدم که حتی اونها هم اطلاعات غلط میدن یا اصلا نمیدونن. پس معلوم شد که یه سری محدودیت ها هست برای پرداخت نکردن مالیات به عنوان بیزینسی. حالا شما میای بیزینس میزنی، چه مزایایی داره؟ خب یه کارمند میگه خوش به حال اونی که مثلا رفته بیزینس خودش زده، دیگه سالیانه میاد به جاش مالیات میده، ما اینجا باید بیایم ماهیانه مالیات بدیم و همش از جیب ما داره میره. خب آره اینجوری هم میتونی در نظر بگیری، ولی اینم باید در نظر بگیری افرادی که تو کانادا کارمند هستن ارج قربشون نسبت به اونی که بیزینس داره برای خودش بالاتره. یعنی دقیقا برعکس ایران، یعنی اینکه شما کارمندی اینجا، یه کارمند معمولی مثلا میری بانک میخوای اعتبار بگیری، میخوای کردیت کارت بگیری، میخوای وامای کوچیک بگیری، خیلی راحت بانک ها میان اینا رو در اختیارت میذارن. چرا؟ چون میگن خب این داره کار میکنه، قسط ماهیانش رو میتونه بده، پس احتمال اینکه این پول به ما برنگرده خیلی کمه. ولی شما بیزینس داری، بانک میگه که خب وام میخوای، کردیت کارت میخوای، کردیت لاین میخوای، وام خونه میخوای، اوکی مشکل نداره، برو مثلا درآمد نوتیس آف اسسمنت 3 سال گذشته یا درآمد تو به من نشون بده که چقدر تو توی 1-2 سال 3 سال گذشته درآمد داشتی و پول ساختی، پرینت حساب بانکی تو بده که ببینیم مثلا تو چقدر مثلا موجودی داری، چقدر دارایی داری، چقدر پول داری. خیلی سخت میگیرن بابت این قضیه. پس کارفرماها اینجا از لحاظ اعتباری ارج و قربشون کمتر از کارمندا هستش. کارمندا خیلی راحتتر و بهتر میتونن وام بگیرن تا کسایی که بیزینس دارن یا کارفرما هستن. پس این فرقش به نظرم مهمه، چون که شما یه موقع هست میخوای بیزینس تو راه بندازی، حتما میخوای وام بگیری، خب در شرایط خیلی محدودی میاد بانک به شما وام میده. حالا شما میتونی بیاری از دولت هم یه وام بلا عوض یا همون گرانت هم ازشون بگیری، ولی خب باز اونم یه سری محدودیت ها داره. اگه بخوای لیمیت یا مبلغ اون وام به تو ببری بالاتر، اونجاست که میگن که خب شما باید حالا نشون بدی که میتونی این پولو به ما برگردونی. چجوری باید نشون بدی؟ باید نشون بدی که کار میکنی، درآمد داری، اینجوری اونجوری اینجوری. پس مالیات دادن توی کانادا و کار کردن و درآمد داشتن توی کانادا برای کارمندا و کارفرماها کاملا متفاوت هست. چرا اصلا باید مالیات بدیم تو کانادا؟ چرا افراد فکر میکنن که اصلا مالیات نمیخوان بدن و چی کار باید بکنن؟ به چه صورته؟ ببینید، اول اینکه مالیات ندادن در داخل کشور کانادا بزرگترین جرمیه که یه فرد میتونه داشته باشه. یعنی اینکه شما اگر رفتی وام گرفتی، وامتو تسویه نکردی، افتادی تو دعوا با بانک‌ها و این صحبت‌ها، خیلی ضررش کمتره تا اینکه شما یه دفعه بیفتی تو دعوا با اداره مالیات. چرا؟ به خاطر اینکه اداره مالیات میتونه بیاد خونه زیر پاتو ازت بگیره، یعنی میتونه بیاد تمام داراییاتو اصطلاحا روش سیز بذاره یا هولد بکنه که شما اصلا عملا قفل میشی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. پس یادتون باشه تکس دادن یا مالیات دادن در داخل کشور کانادا یکی از اون کارهای مهمه که هر ساله همه باید انجام بدن. اصلا بی برو برگرد، پول دار بی پول، کارمند کارفرما دیگه، کسی که بیکاره، حتی کسی که بیکاره درآمد نداره باید فایل بکنه که آقا من زیرو صفر اصلا هیچ چی درآمد نداشتم. خب ولی باید اعلام بکنه، یعنی
این نمیتونه همجوری ول بکنه بگه خب من که درآمد ندارم پس نیاز نیستش اعلام کنم. نه، حتما باید اعلام کنم. مورد بعدی این که مالیات دادن در کانادا بسیار بسیار مفیده اگر همه با هم این کارو بکنن و همه همکاری بکنن، که خب من میبینم اکثرا این کارو میکنن. حالا یه سری از مهاجران که از خاورمیانه میان یا از یه سری کشورهای دیگه میان فکر میکنن میتونن این قضیه رو دور بزنن و میان یه سری حالا شیطونیایی میکنن که به ضرر خودشون تمام میشه، اونم بهتون میگم به چه صورتی. چرا با مالیات بدیم داخل کانادا؟ به خاطر اینکه وقتی شما میری دکتر پولی پرداخت نمی کنی، یعنی داره دولت این هزینه رو میده. من یه ویدیوی قبلا درست کردم که اینجا شما لینکش رو میبینید، به خاطر اینکه توضیح دادم که اصلا بیمه درمانی رایگان در کانادا به چه صورتیه. خب پس یکی از اون مسائلی که شما مالیات میدی و براش استفاده میشه همین بیمه درمانی رایگان هست. شما میری یه جا MRI میکنی، یه جا میری آزمایش خون میدی، پولی پرداخت نمیکنی. ولی دقیقاً برعکس ایران، ایران شما میری باید خدا تو من پول بدی، آیا حالا بیمه دولتی داری، آیا بیمه خصوصی داری. بیمه دولتی هم حالا یه بخشیشو قبول میکنه، بیمه خصوصی هم بازیای خودشو داره. در اینجا چیزی به اسم بیمارستان خصوصی وجود نداره، همه بیمارستان دولتیه. یعنی شما میری اونجا، شما که کارمندی با یکی که چه میدونم مثلا تیلیاردره میاد اون بیمارستان یه رفتار میشه، هیچ فرق نمیکنه. یعنی از همون امکاناتی شما استفاده میکنی که اون فرد استفاده میکنه. حالا یه سری ایراداتی هست. ببینید هیچ کشوری گل و بلبل نیستش که، بالاخره یه سری ایرادات داره. مثلا صفهای طولانی، وقتهای طولانی. ما ایرانی عادت کردیم میپریم میریم سری وقت میگیریم، دکتر متخصص همین فردا صبح راست ساعت 7 دم درشیم تو مطبش نشستیم و میخوایم دکتر رو ببینیم. اینجا اینجوری نیست. اینجا شما نمیتونی دکتر متخصص رو همینجوری بیای ببینی. در نتیجه وقتی میری بیمارستان اولین چیزی رو که بررسی میکنه اینه که شرایط شما چقدر اورژانسیه. اونی که اورژانسی هستش در اولویت قرار داره. حالا شما بگو من دلم درد میکنه، آی نمیدونم فلان شدم، میشوننت یه گوشه، میگم بمون تا خبرت کنیم. حالا ممکنه 7-8 ساعت اونجا بشینی یا اینکه مثلا صدات بکنن به موقع بری تو. و در بیشتر مواقع میگم اورژانسی بودن قضیه رو اینا میسنجن و اول به اون رسیدگی میکنن. پس در نتیجه متوجه شدیم که مالیات دادن یکی از مزایایی که داره اینه که شما میتونی از سیستمای و خدمات دولتی استفاده بکنی، چه فرد کم درآمدی باشی حالا چه فرد پردرآمدی باشی، پس فرقی نمیکنه. مورد بعدی این که شما میتونی از سیستم آموزشی کانادا استفاده بکنی. یه سری مواردی که هستش خب توی دانشگاه ها یا توی کالج ها ازش استفاده میشه و خب مردم که تکس میدن میتونن از اونها استفاده بهینه داشته باشن. دیگه در مورد ساخت و سازهایی که داخل کانادا انجام میشه و حقوقی که برای شما در نظر گرفته میشه و اینکه شما میتونی استفاده بکنی از اون مکان ها بدون اینکه پولی پرداخت بکنی، خیلی خیلی این قضیه مهمه. مالیاتتون رو پرداخت بکنید. چون ببینید اصلا فکری نکنید که من مالیاتمو ندم حالا مبلغ کم یا مبلغ زیاد فرق نمیکنه. دولت که نمیفهمه، به قول من والا تو از کجا بفهمه فلان. ببینید دولت اصلا در مورد یعنی اداره مالیات یه سری برنامه هایی داره که خیلی اسرارآمیز و خیلی جالبه. یعنی چی؟ یعنی مثلا دولت میاد نگاه میکنه که شما چقدر خرج میکنی، نمیاد نگاه بکنی که شما چقدر درآمد داری. میدونی چی میگم؟ مثلا شما درآمد داری، اینجا بیزینس داری، نقدی میگیری، پول نقد میگیری، اصلا با کارت و اینا شما کار نمیکنی. خب پس ردی نمیمونه دیگه برای اداره مالیات که بخواد پیگیری کنه. ولی شما اون پولی رو که اینجا میگیری بالاخره میخوای خرجش بکنی برای خانواده، برای خودت، میخوای سرمایه گذاری بکنی، ملکی بخری، ماشینی بخری، دیگه زمینی بخری. اونجاست که شما به مشکل میخوری. یعنی میای این خرجا و این سرمایه گذاری رو انجام میدی، دولت هم کاری نداره. یه دفعه 3-4 سال بعد از اون تاریخ اداره مالیات میاد میگه که من میخوام در مورد سال مثلا 2014 شما رو حسابرسی بکنم. چون نمیتونی بگی نه. خب
یعنی میذاره چند سالی هم ازش بگذره، حسابی که یادت رفتش که چی کار کرده بودی و چیا رو پرداخت نکرده بودی، میاد اونجا میگه که شما خرجت بیشتر از درآمدت بوده. چجوری بوده؟ شما که اعلام کردی اون سال که مثلا 100 هزار دلار درآمد داشتی در سال، چی شده که یه دفعه اومدی تو 150 هزار دلار 200 هزار دلار خرج کردی؟ اون ما با تفاوت تو باید توضیح بدی. یعنی نمیتونی بیه بگی که من یادم نبود اشتباه کردم اینجوری شد اونجوری شد، چون وقتی شما اون برگه مالیاتی رو پر میکنی امضا میکنی، تمام مسئولیتش پای خود شماست و هر اتفاقی هم بیفته نمیتونی بگی حساب دارم انجام داد من نمیدونستم. شمایی که مسئولی، حالا چه مالیات شخصی تو داری میدی چه مالیات بیزینسی تو داری میدی. خب پس متوجه شدید که اداره مالیات کانادا چقدر زرنگه، میاد نگاه میکنه کجاها شما خرج کردید. تقریبا سالی 2 میلیون نفر در کانادا حسابرسی میشن به صورت اتفاقی یا رندوم، یعنی اینکه اصلا هیچ گونه مشکلی هم با شما ندارن، ولی یه دفعه میره یه نامه اومد در خونه که ما برای سال فلان میخوایم شما رو حسابرسی کنیم، لطفا مدارکتون رو برای ما بفرستید. اصلا اینجوری نیستش که فکر کنید که آی اینا چرا منو آدیت کردن، چرا حسابرسی دارن میکنن اینا، این کاملا رند. پس از این زرنگبازی ها لطفا در نیارید که میاین کانادا. خواهش من اینه که از این کارا نکنیم، به خاطر اینکه بالاخره شاید اون سال، سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد هیچ صدایی در نیاد داره مالیاتی چی نگی، ولی بالاخره یه روزی میاد سراغتون. و اینو یادتون باشه طبق قانون اداره مالیات و دولت کانادا شما باید تا 7 سال مدارکتون رو نگه دارید. مثال میزنم، منی که الان مالیات سال 2022 مو هفته پیش انجام دادم، چون الان چندیم، الان 29 اپریل هستیم دیگه، فرست آف می، یعنی 1 می میشه 2 روز دیگه 3 روز دیگه، همه افراد تا 3 روز 2 روز دیگه وقت دارن، تا اول می وقت دارن که مالیاتشون رو بدن. من هفته پیش انجام دادم. حالا اگر من توی این قضیه تخلفی کرده باشم، ممکنه که اداره مالیات خب سال دیگه با من کاری نداره، 2 سال دیگه با من کاری نداره، 3 سال دیگه با من کاری نداره، 4 سال دیگه با من کاری نداره، 5 سال دیگه یه دفعه میگه که آقای فلانی بیا ما میخوایم شما رو برای سال 2022 حسابرسی کنیم. که الان 5 سال بعد شده سال 2027 و من اون موقع اصلا یادم نیست چی بوده سال 2022 چی کارا کردم، ولی طبق قانون اداره مالیات میگه تو باید تا 7 سال مدارکتو داشته باشی. از سال 2022 تا 2027 5 سال گذشته، من نمیتونم بگم مدارکم رو ریختم دور اصلا هیچی ندارم. میگه اه ریختی دور هیچی نداری، باشه پس ما هم طبق اون چیزی که برآورد میکنیم شما باید به اداره مالیات انقدر پرداخت کنی. پس صحبتی که من اینجا دارم میکنم مهمه، به خاطر اینکه تکسامون رو بدیم، شلوغی هم نکنیم، شیطونی هم نکنیم، به قول معروف خیلی راحت بدون دردسر بریم جلو، بدون اینکه مشکلی باشه. از امکانات دولتی هم استفاده میکنیم، سرمون هم میگیریم بالا، هر چی هم بخوایم به دولت میتونیم بگیم، به خاطر اینکه تکستو بدون هیچ مشکلی داری سر وقت میدی، سر مالیاتتو داری پرداخت میکنی. پس در نتیجه محق هستی که از امکانات دولتی و خدمات دولتی استفاده بود. بریم سراغ دوستان کارفرمایی که اینجا بیزینس دارن و دارن کار میکنن. شما میگه شرکتی ثبت میکنی، اینجا حالا در مورد ثبت شرکت هم من یه ویدیو میذارم صحبت میکنم که انواع اقسام شرکت ها به چه صورتیه تو کانادا و چجوری میتونید یه شرکت خوب داشته باشید. اینجا دوستانی که بیزینس دارن، شرکت دارن، مثلا اینجا یه کوپریشن دارن، سال اول بیزینس انجام دادن، فروششون توی سال اول یه چیزی هلوش 50,000 دلار بوده و هزینه هایی که انجام دادن برای سال اول، یعنی اون سال مالی اولشون، یه چیزی هلوش 70,000 دلار بوده، حدوداً 20,000 دلار ضرر داده برای اون سال اول. شما بایستی که بیای اینو اعلام بکنی به اداره مالیات. به اداره مالیات میگی که من اینقدر 50,000 دلار درآمد داشتم، فروش داشتم، 70,000 دلار هزینه کردم. حالا هزینه ها رو چجوری باید حساب کنه شخص؟ 50,000 تا درآمد داشتم، حقوق دادم، اجاره آفیس دادم، اجاره محل کسب و کارم دادم، نمیدونم هزینه های برقی داشتم، هزینه های دفتری آفیس داشتم، تجهیزات داشتم،
ال داشتم بل داشتم، چیزایی که منطقیه. حالا میگه من یه بخشی خورد و خوراک داشتم، ماشین داشتم، قسط ماشینم هم صورتی که گفتم اینقدر درصدش بابت کاری رفته، بنزین زدم اینقدر درصدش بابت کاری رفته، هزینه هام شده 70,000 تا. یعنی من اومدم 20,000 تا از جیبم گذاشتم این بیزینس رو رسوندم به سال دوم. اداره مالیات میگه که اوکی مشکلی نیست، برو برای سال دوم. سال دوم شما میای میگی که 50,000 تا درآمد داشتم، مثلا 80,000 تا خرج کردم. دوباره حسابرس شما میاد یه گزارش حسابرسی میده، حالا فاینانشال استیتمنت یا بالانس شیت بهش میگن اینجا، که واقعا انقدر هزینه داشته، انقدرم درآمد داشته. اداره مالیات هم میگه باش برو برای سال سوم. سال سوم میگه شما همینجوری اعلام میکنی، میگه من 60,000 تا درآمد داشتم، 100,000 تا مثلا ضرر داشتم. اونجاست که اداره مالیات ممکنه بیاد به شما بگه که شما 3 سال داری کار میکنی، داری از یه سری امکانات بیزینسی استفاده میکنی و یه سری مالیات ها رو پرداخت نمیکنی، 3 سال هم از داری ضرر میدی. این چه بیزینسی که مثلا تو داری ضرر میدی؟ جمعش کن. ممکنه یه نامه بزنه که آقا شما بیزینس تو ببند، چون شما معلومی که مالیات نمیتونی پرداخت کنی. پس اونجاست که شما هم نمیتونی یه کسب و کاری رو ادامه بدی، حالا درآمد داشته باشی ولی از اونور بیای بری به اداره مالیات بگی که من درآمد ندارم. اداره مالیات تا یه حدشو قبول میکنه، ولی بعد از یه مدتی میبینه که اصلا این نه برای خود اداره مالیات میارزه نه برای خود شما، برای نامه میزنه میگه بیزینس تو ببر. اداره مالیات قوی ترین ارگانیه که داخل کانادا وجود داره. یعنی حتی اینجا پلیسا، نمیدونم دولت، همه، رئیس جمهور، همه اینو باید مالیاتشون رو بدن، حسابرسی میشن. تو هر کشوری میدونین حالا فساد هست، ما نمیگیم اینجا فساد مالیاتی نیست، چرا هست، ولی در اون اندازه‌ای که تو ایران هستش نیستش. یعنی اون اندازه، اون حجمی که تو ایران فساد مالیاتی هست داخل کانادا نیست، چون یه سری افراد اینجا نمیتونن رشد کنن. مثلا شما اگر اینجا یه دفعه یه بیزینسی میزنی رشد میکنی، دولت میاد میگه ببینم پول از کجا آوردی، چیکار کردی، چجوری تو تونستی اینقدر مثلا درآمد درست کنی؟ اوکی اینقدر درآمد درست کردی، باید مالیاتشو بدی. آیا مالیاتشو دادی؟ مالیات دادن هم اینجا به این صورت که میبرن روی جدول پرداختی یا همون براکت بهش میگن، شما طبق اون پولی رو که ساختی و باقی مونده سود خالصت شده، شما باید بیای مالیات بدی. یعنی چی؟ یعنی بیزینس داری، اومدی 30,000 تا فروش داشتی، بعد 20,000 تا هزینه کردی، خرج جا دادی، حقوق دادی، تجهیزات خرج کردی، همه اینا 10,000 تا اینجا سود کردی. شما باید بیایید 10,000 تای اونو بدی. حالا این 10,000 تا رو دولت میذاره رو براکت، میگه مثلا تا سقف 50,000 تا شما مثلا 20% با مالیات بدی، 20% اون 10,000 تا رو باید بدی. دارم به عنوان مثال میگم. و حالا یه موقع فکر کن 10,000 دلارت بشه 100,000 دلار سود، 100,000 دلارت بشه 500,000 دلار سود، اونجوری هی میره روی براکت و درصدهای بیشتری رو بدی. حد اکثر مالیاتی که اینجا شما باید پرداخت بکنی تقریبا 50%. 200,000 دلار سود میکنی، بیزینست سود میکنه، اعلام میکنه من 200,000 دلار سود کردم، دولت میگه اوکی 100,000 دلارشو بده بیاد. یعنی 100,000 دلار شما به دولت میدی، 100 تاش میره تو جیب شما. اینم در مورد مالیات کانادا، استان آنتاریو. و خیلی هنوز مباحث هست، یعنی خیلی من میتونم صحبت کنم، ولی اینجوری بخوام صحبت بکنم 2 ساعت ویدیو میشه، که خب میدونم وقت شما هم محدود و نمیخوام اونقدی باشه. بریم سراغ روی تصویر بهتون نشون بدم که چجوری یه فردی که حقوق میگیره چه مبالغی رو باید به دولت پرداخت بکنه به عنوان مالیات و غیره، و چقدر دستش میاد. این برای خیلی مهمه. دوستانی هم که اتفاقا دارن میان کانادا اینجا کار پیدا کردن یا قرار برن سر کار، خیلی دوست دارن بدونن دقیقاً چقدر پول تو جیبشون میاد. پس بریم که با هم ببینیم. اینجا در استان آنتاریو مینیمم حقوقی که یه فرد برای کار عمومی دریافت میکنه معادل مبلغ $15.50 هست در هر ساعت. البته تاریخ اکتبر 2023 این قرار عوض بشه و به $16.55 در هر ساعت افزایش پیدا کنه. شما اینجا میگی منی که به عنوان منشی قرار کار بکنم
30,000 دلار حقوق همه که دارم دریافت میکنم. این 30,000 دلار در سال هست که اینجا من سال رو انتخاب میکنم و استان آنتاریو. گفتم تو هر استانی مالیات ها فرق میکنه، مالیات های استانی و فدرال. پس در نتیجه صحبت ما فقط در مورد استان آنتاریو هست، چون اینجا پر جمعیت ترین استان کانادا و اکثر ایرانی ها داخل این استان زندگی میکنن. اینجا به ما نشون میده که خب حقوق شما 30,000 دلار در سال، مالیات دولتی فدرال که کسر میشه ازش در سال 4,009 دلاره، مالیات استان آنتاریو که ازش کسر میشه در سال 1,715 دلار، CPP به عنوان همون برنامه بازنشستگی هستش که برای همه افرادی که اینجا کار میکنن دولت در نظر گرفته و مبلغ 1511 دلار در سال شما روی مبلغ 30,000 دلار داری پرداخت میکنی به دولت. EI که در واقع همون بیمه بیکاری هست، شما به دولت پرداخت میکنی که 474 دلار در سال برای 30,000 دلار هست. جمع تکس یا مالیاتی رو که توی یک سال روی 30,000 دلار پرداخت کردی 7,709 دلار هست، که چیزی که دست شما رو میگیره از این 30,000 دلار 22,291 دلار اینجا زده شده. پس متوجه شدین وقتی قرارداد کاری شما 30,000 دلار هست، 30,000 دلار تو جیب شما نمیره. در واقع 22,291 دلار شما توی یک سال دریافت میکنی. و بیایم بریم سراغ یه فردی که داخل کانادا 60,000 دلار حقوق میگیره و اینو به صورت ماهیانه ببینیم. خب به صورت ماهیانه روی قرارداد کاری 60,000 دلار در سال، چیزی که شما میبینی مالیاتی که به دولت فدرال پرداخت میکنی معادل 17,910 دلار در سال هستش. مالیاتی که به استان آنتاریو پرداخت میکنی 11,120 دلار. برنامه بازنشستگی شما اینجا پرداخت میکنی 292 دلار. EI که اینجا پرداخت میکنی 79,40 دلار هستش. 29,401 دلار پرداخت کردی به دولت کانادا. چقدر دست شما رو گرفته؟ 30,599 دلار شما دریافتیتون بوده. کسی که قرارداد کاری 60,000 دلار هست، دریافتیش 30,599 دلاره. پس متوجه شدین تقریبا یه چیزی هولوش 50% از این پول شما به دولت کانادا هر سال داری پرداخت میکنی. بیایم بریم سراغ حقوق بالاتر، چون گفتم که میره رو برکت و اداره مالیات میاد روی درآمدی که شما داری حساب میکنه. حالا شما ممکنه یه جا حقوق بگیری 30,000 دلار، یه جای دیگه حقوق میگیری 20,000 دلار، یه بیزینسی برای خودت کوچیک داری تو خونه انجام میدی، سالی هم 30,000 دلار مثلا از اون درمیاری، کلا درآمدت در سال یه چیز حدود 100,000 دلار خواهد بود. خب این 100,000 دلار رو برای استان آنتاریو میایم دولت میگه که جمعش رو حساب میکنه. شما هر درآمدی که داشته باشی بایستی که مالیاتش رو به دولت بدی. اینجا که ما حساب میکنیم روی قرارداد کاری 100,000 دلار شما 31,110 دلار مالیات میدی به دولت فدرال، 19,332 دلار مالیات میدی به استان آنتاریو، 292 دلار CPP برنامه بازنشستگی و 79 دلار برنامه بیمه بیکاریت هستش و جمع مالیاتی که پرداخت کردی 50,813 دلار توی یک سال و چیزی که دستت اومده 49,187 دلار هست. در واقع همجوری که میبینی 50% بیشتر، 50.8% شما مالیات دادی، 49.2 دست خودت اومده. خب حالا یه سری از افراد میگن که ما چرا باید اصلا اینقدر به دولت 50% مالیات بدیم در سال. خب این یکی از اون سوالای مهمه که خیلی ها همیشه در طول تاریخ مالیاتی کانادا داشتن و این برمیگرده به یه سری مسائلی که حالا دولت پیش بینی کرده و میذاره. شما اگه میخوای 100,000 دلار دستت باشه،
باید بیای درآمدت در سال برسونی به 200,000 دلار. 200,000 دلار اینجا همجه که شما میبینین 52.2% میره برای مالیات و 47.8% میاد دست شما و تقریبا 95,000 دلار شما درآمد خالصتون هست و 104,000 دلار روی این 200,000 دلار مالیات به دولت کانادا است. چه پولهایی داخل کشور کانادا به عنوان درآمد محسوب میشه؟ یعنی اصلا شما چجوری میتونی قانونن بگی داخل کانادا من درآمد دارم؟ ببینید، پولی رو که شما روش مالیات پرداخت میکنی به دولت، اونو میتونی به عنوان درآمد در نظر بگیری و همه جاها مثل بانک ها، مثل هر جای دولتی میاد پولی رو در نظر میگیری که شما مالیاتش رو پرداخت کردی. مثال میزنم، شما میای 1,000,000 دلار از ایران میاری داخل خاک کانادا، بعد میخوای بری ماشین بخری، میری دیلرشیپ، میری یا بانک وام بگیری، بانک میگه که خب من باید اول تو رو چک اعتباری بکنم یا همون کردیت چک بکنم، بعد ببینم که درآمدت از کجاست. تو میگی که من پول از ایران 1,000,000 دلار آوردم، ماشینم مثلا قیمتش هستش 60,000 دلار، یعنی چندین برابرش شما تو حساب بانکی داری. بانک میگه که خب شما پس بیا ماشین رو نقدی بخر. میگی چرا؟ میگه که به خاطر این شما درآمد نداری تو کانادا و من نمیتونم مطمئن باشم وامی رو که بهت میدم 60,000 دلار قسطش رو میتونی سر ما برگردونی. پس اینو یادتون باشه، وقتی شما درآمدی رو داخل کانادا میخوای اعلام بکنی یا پولی رو اعلام بکنی به عنوان درآمد، حتما باید مالیات اونو داده باشی تا به عنوان درآمد در نظرش بگیرن. و الا اصلا شما بگو من 2,000,000 دلار دارم از ایران آوردم، به عنوان درآمد محسوب نمیشه. ایران ملک داری، ملکتو اجاره دادی، خب یه مبلغی رو داری دریافت میکنی دیگه، اون پول رو انتقال میدی داخل کانادا، از اون پولی که انتقال دادی باید سالیانه مالیاتشو به دولت پرداخت بکنی تا تو نوتیس آف اسسمنتت بیاد که شما درآمد داری و حالا درآمد از ایرانه یا درآمد از اجاره ملکه، اونش مهم نیست از کجاست، ولی مهم اینه که مالیاتشو دادی. تو نوتیس آف اسسمنت اومده که انقدر ایشون درآمد داشته تو سال گذشته و انقدر مالیات داده. پس اینکام یا درآمد حتما بایستی که مالیاتش پرداخت شده باشه. خب گفتم صحبت بخوایم بکنیم، تا صبح من باید کلی داستان دارم براتون تعریف کنم، ولی ایشالله حالا در برنامه‌های آینده صحبت میکنم. اگر دوستانی هم که سوالی چیزی دارن یا نظری دارن، خوشحال میشم کامنت بذارن، حتما جوابشون رو میدم، با هم صحبت بکنیم. نظراتی رو که دوستانی که اینجا زندگی میکنن، حتی تجرباتی که بیشتر از من دارن و میدونن که مالیات کانادا به چه صورتی هست، خوشحال میشم که بیان کامنت بذارن، نظر بدن. از دوستانی هم که تازه با کانال من آشنا شدن، لطفاً دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله زیر همین صفحه رو بزنن تا از ویدیوهایی که هر هفته داخل کانال یوتیوبم قرار میدم مطلع بشن. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. موضوع خودتون باشید تا ویدیو بعدی. Thank you.